را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. درود بر شما. در دومین برنامه از مجموعه ویژه نیروهای مسلح به اسم زاگرس در خدمت شما هستیم. همراهان ما امروز آقای بیژن کیان از امریکا و شهرام سبزباری همکار ما از آلمان روی آنتن هستند. خوش آمد میگم به هر دوی عزیزان. جناب آقای کیان، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. میدونم حسابی پرمشغله بودید حتی با وجود اینکه روز یک شنبه بود. یک اسلاید قبل از شروع برنامه ببینید، مربوط به آمار انتخابات در تهران، اون رو مقدمه صحبتمون میکنیم. بر اساس اعلام رئیس ستاد انتخابات تهران قبل از 11 اسفند اعلام کرد حدود 10,300,000 نفر وارد شرایط رای دادن در تهران هستند. از این میزان فقط 8% در انتخابات مشارکت داشتند. پرطرفدارترین فردی که در تهران بود آخوند نوبیان فقط با 600,000 رای روانه مجلس شد و بر اساس آمار میزان مشارکت با عددسازی و تقلب فراوانی که کردن حدود 24% اعلام شده در پایتخت و 2,400,000 نفر مشارکت داشتند. از این میزان حدود 500,000 رای باطله بوده و در مجموع اگر همین آمار و ارقام مقامات جمهوری اسلامی رو قبول داشته باشیم، در پایتخت قانون قدرت از هر 10-11 نفر زیر 2 نفرش با حکومت هستند. تازه در شرایطی که اگر قبول کنیم همه آنها که رای دادن کشته و مرده حکومت بودن. جناب کیان، قبل از اینکه با شما شروع بکنم، از شهرها میخوام، حدوداً فکر میکنی چند درصد تهران جمعیتی باشند وابسته به نیروهای مسلح، شامل همه ستادها و نیروها، شاغلین و خانواده اونها؟ بین 50,000 تا 60,000 نفر. اول درود میفرستم به جناب کیان، مهمان شما و حامد گرامی و بینندگان عزیز. بین 50,000 تا 60,000 نفر میتونیم بگیم که نیروهای مسلح مستقر در تهران، فقط شهر تهران است. یعنی در مجموعه 22 استانی که در این انتخابات میتونستن شرکت بکنن. بله. شهرام، فکر میکنید چقدر از اینها در واقع آرای باطل اونهایی بودن که پادگانی یا افسران و درجه داران و سربازانی بودن که به زور بردن تو پادگانها؟ خبرهایی در این مدت تو این هفته گذشته بود؟ اونجوری که ما تخمین میزنیم بین 70-80% پرسنل زوری رفتن پای صندوق های رای. حالا اینجوری که مثلا بگیم زوری رفتن، فردا برمیدارن برامون همون پاورقی و برنامه های تلویزیونیشون برمیدارن شروع میکنن بازی در آوردن. ولی با توجه به اینکه آماده باش زدن، آماده باش مقطعی زدن و سربازها رو حتی مرخصی لغو کردن، یعنی مرخصی های سربازها رو برای روز تعطیل آخر هفته لغو کردن و نگه داشتن، دقیقا میشه گفت که 80% پرسنل رو به زور نگه داشتن در پادگان ها به بهانه های مختلف. وقتی شما در پادگان باشی ناخواسته مجبوری بری پای صندوق رای دیگه، چون میدونید که کسی که تو پادگان هم بودن میدونن صندوق رای رو میارن میذارن اونجا و عقیدتی عاملشه و کسایی که هستن مجبور هستن با آماری که یگان داره برن پای صندوق و شروع کنن به رای دادن. حالا رای باطله میدن یا رای واقعی میدن، اون دیگه کسایی که میرن پای صندوق میدونن چیکار کرد. جناب کیان، در تخصص خود شماست، قانون قدرت پایتخت از هر 10 نفر زیر 2 نفر باید به نظام لبیک گفتن. با وجود این همه تبلیغات، نهادهای حکومتی، ارگانهای نظامی، امنیتی، قضایی، خامنه‌ای پیش خودش چه فکر میکنه؟ دستگاه امنیتی با این وضعیت چجور برخورد میکنه؟ بله، خوشحالم که با شما و بینندگان بسیار محترم شما و جناب آقای سبزباری درود میگم به شما و خوشحالم که با شما هستم. ببینید، یک نیروی نظامی در سیاست به طور کلی داخل نمیشه، ولی سیاست رو به دقت نگاه میکنه برای یه دلیل، اون که مهم نیست که شما یک نظامی هستید و چقدر آموزش دیدید، مهم نیست که شما چقدر ادوات و مهمات در اختیار شما هست. برای شما اون چیزی که بسیار مهمه روحیه و انگیزه است.
این یک نظامی فکر میکنه که فردای من چطور خواهد بود و روحیه و انگیزه یک نظامی با توجه به همین اتفاقات که شما راجع بهش صحبت میکنید، یعنی درجه پایداری یک نیروی نظامی به روحیه و انگیزش هم بستگی داره. و امروز من فکر میکنم هر انسان متفکری که نگاه بکنه میبینه که سیستم نهاد جمهوری اسلامی در حال ریزشه و این ریزش شتاب گرفته. این چیز زیاد مشکلی نیست درکش. حالا ما اگه بخوایم به صحبت‌های علم مبارز خواندن‌های برخی از تبلیغاتچی‌های نظام جمهوری اسلامی توجه کنیم، به اونجا میرسیم که بگویند که یک کاری نکنید که توانایی‌های پنهان ما، ظرفیت‌های پنهان ما آشکار بشه و از این جور تهدیدها. ولی این روحیه علم مبارز خواندن در سطوح فرماندهی حاضر نیست. اونها بیشتر میبینن، بهتر میبینن بخشی از نیروهای نظامی که در بخش امنیتی همطور که شما راجع بهش اشاره کردید، مثلا سپاه امنیت پرواز، سپاه امنیت فرودگاه ها، چیزهایی میبینن که بقیه نمیبینن. و با دیدن اونها، وقتی اونها میبینن که چون همه رفت آمدها رو اونجا رصد میکنن، میبینن که چه کسی میره، چه کسی میاد، چه کسی به خارج سفر میکنه، چه کسی ملک میتره در خارج، و همه اینا رو میبینن. وقتی اینها رو به اون نابرابری هایی که در ارتباط با نیروهای نظامی ایران در جریان هست و میزان رانتی که خودشون و بستگانشون میگیرن نگاه میکنیم، میبینیم که اون عامل هم اضافه میشه به این تضعیف روحیه. در ایران امروز سه نیرو با هم دیگه تعامل دارن. روحانیون تو کار توزیع و تولید و توزیع مشروعیت بودند و این مشروعیت رو تولید میکردن، به سپاه تحویل میدادن، سپاه رانت تولید میکرد، این رانت رو به مثلا اصلاح طلبان که من فکر میکنم اون گروهی هستن که منافع اقتصادی سپاه رو تأمین میکنم، چون این رانت برمیگشت به اصلاح طلبان، اصلاح طلبان مثل آقای انصاری و ارشاد مرشی و بقیه بخشی از اون رو برمیگردونن به کسانی که در سپاه عوامل توزیع رانت به اصلاح طلبان هستن. و چون این برابر نیست و این نابرابری ها وجود داره، همه الان نگران هستن. اون روحانیون دیگه مشروعیت رو ندارن که تولید کنن و توزیع کنن به سپاه. سپاه دیگه اون توانایی رو نداره. در ضمن کفگیر کل جمهوری اسلامی به ته دیگ خورده. امروز اگه تمام درآمدهای نفتی رو به اضافه تمام مالیات ها جمع بزنن، اینها قادر به پرداخت حقوق کارمندان دولت نیستن. یعنی امروز در چنین شرایطی قرار گرفته، شما خودتون رو جای نظامی بذارید که نگاه میکنه ببینه که فردای من با این وضعیت در چه حالی هست. نظر من میشه به این صورت بهش نگاه کرد و سعی کرد که واقعیت ها رو استخراج کرد از میان این همه سر صدا که خبرگزاری فارس و تسلیم و جوان و بقیه تولید میکنه. در هفته های پایانی سال اعتراضات به یک بار زیاد شد، از هر صنف و قشری. گرانی دمار از روزگار مردم در برده بعضی از اشعار واقعا استخوناشون رو خورد کرد، از همه چی، از پوشاک و خوراک گرفته تا مسکن. خب به هر حال می‌بینیم بازنشستگان از مخابرات گرفته تا فولادی‌ها، کارگران، پرسنل مخابراتی‌ها که هیچ، از آن طرف حتی پرستاران، به هر حال هر چقدر که هست با سختی امکان این که اعتراض کنند و رسانه‌ای توجه اونها در واقع بهش معطوف بشه هستش. در مورد نظامی ها اینطور نیست، ولی شهرام فکر میکنی اولا اعتراض و نارضایتی نظامی ها رو از کجا میشه دید؟ چطور میشه با شرایطی که محدودند و هر اعتراضی میدونیم با چه گرفتاری های مصیبتی روبرو میشن در پادگان ها، چطور میتونن اعتراض کنن یا سابقه چجوریشون میده؟ اینها چجوری نشون دادن این اعتراض رو؟ خب جای خوبش رسیدیم. بحث معیشت نظامی ها. یه چیز حدود 7 سالی هست که ما داریم تو این حوزه کار میکنیم. عرض کنم خدمت شما، همونجور که خودتون مستظر هستین، جناب کیان مستظر هستن و بینندگان عزیز، سالیان گذشته
این تجمعات نظامیان از بازنشستگان نیروهای مسلح شروع شد اگه خاطرتون باشه، بعد اومد روی شعار نویسی ها، بعد اومد روی خارج کردن پول ها از بانک های نظامی. اینجوری اعتراضات خودشون رو نشون دادن، جور به محضی که حقوق واریز میشد همان روز برداشت میکردن که تو حساب بانک نمونه. و همینطور که اومدیم جلوتر، آخرین تجمعی که نظامیان داشتن اسفند 400 بود، اسفند 400 بود که اگه خاطرتون باشه 9 اسفند بود فکر میکنم یا 4 اسفند، نظامی ها اومدن تو خیابون، خصوصا نیروی انتظامی بودن و خانواده ها که ما واقعا معیشت وضعیت معیشتمون رو نمیتونیم گذران بکنیم. و امروز رسیدیم به جایی که 2.5 میلیون تومن اومدن ایدی برای اینا در نظر گرفتن. 2.5 میلیون تومن واقعا پول یه شلوار، فکر میکنم یه شلواره اینجوری که مشخصه، یه دونه شلوار جین بخوام برای یه دونه نوجوانشون بخرم باید همینقدر هزینه کنن، 2.5 میلیون تومن. وضع معیشت پرسنل اینجا دیگه مشخصه، با توجه به اینکه فشارها زیاد شده و نامه‌هایی که از حفاظت اطلاعات میاد بر مبنی بر کنترل وضعیت نیروهای مسلح، پرسنل عادی که خرابکاری شرافتمندانه نداشته باشن، نمیدونم مراقب انبارها باشید به آتش نکشن، مراقب باشید ریزش ها زیاد شده، که نامه‌اش خدمت شما هست، میبینیم که این 50 دلاری که میخوان به اینا ایدی بدن در مقابل حقوق 1500 دلاری که طالبان داره به نیروی مرزیش میده اصلا جای بحث نداره. وقتی یک سرنگ خلبان حقوقش معادل 150 دلار تا 200 دلار میشه، مجبور میشه لباس پرواز خودشو ببره توی گمرک بفروشه تا بتونه بخشی از هزینه های زندگیشو تامین کنه یا پول شهریه مدرسه بچهشو فراهم بکنه، دیگه کجا میخوایم بیایم راجع به درد نیروهای نظامی صحبت کنیم؟ بس اینجاست که ریزش ها سوای این بحث معیشت زیاد شده، به قدری زیاد شده که خودشون حتی نمیتونند پاسخگوی این بچه ها باشن با وام هایی که میدادن. اگه خاطرت باشه چند سال پیش که تو حوزه معیشت فعالیت میکردیم، موسوی اومد، همین فرمانده کل ارتش، من بهش میگم بچه آخوند چون آخوندزاده است، اومد یه لوح فشرده پاک کرد به همه نیروها فرستاد و گفت یه چشمانداز 5 ساله نشون داد که من نمیدونم به همتون رو خونه دار میکنم، حقوقاتون رو میبرم بالا. اینجوری از اون لوح فشرده یک وام 6 میلیون تومانی برای پرسنل در اومد، یک وام 100 میلیون تومانی برای فرماندهان، یک وام 5 میلیون تومانی برای فرماندهان رده ها، و اون 6 میلیون هم حتی به پرسنل درست درمون ندادن، به بحثی که یه اعتباری اومد تموم شد و رفت. ببینید اینجوری میخواستن کنترل کنن با وام، با قرض بیشتر، با اسیر شدن و بردگی گرفتن نیروهای نظامی بیشتر. شما وقتی قرض داشته باشی مجبوری تامین کنی، یعنی این ما قرض رو میگیری ماه دیگه وام تو باید پرداخت کنی، همینجوری هی گرفتار میشی. این شده که امروز میبینیم که یه سرنگ ارتش یا یک سرنگ نیروی انتظامی سریع میخواد محیط کارش تموم شه بره دنبال مسافرکشی و برنامه های دیگه. حالا کمی جلوتر توضیح میدم این اختلاف حقوق بین فرماندهان نظامی و پرسنل چیه و از کجا نشأت گرفته و چگونه دارن اینا به صورت مافیایی اداره میکنن. و همونجوری که جناب کیان فرمودن، یه حباب شیشه ای ما داریم در اصل، داخلش خالیه و هر لحظه امکان ترکیدن داره. جناب کیان، صحبت های جناب سبزباری رو شنفتید، شبیه یک گزارش بود از داخل نیروهای مسلح به ویژه ارتش. پرسشی که از شما دارم در مقایسه با تحولات 2 دهه اخیر خاورمیانه، یعنی تغییر رژیم ها مثل مصر، لیبی، تونس، بقای بشار اسد در قدرت با وجود دوپاره شدن ارتش، با در واقع با این عناصر میخوام نگاه بکنید، شما فکر میکنید که ریزش نیروهای مسلح در ایران
چه ترکیبی داره؟ آیا کمک به جنبش آزادی خواهی مردم در داخل ایران و پیشبرد خواست اصلی جامعه، اکثریت جامعه میکنه؟ سازوکار براش چه میتونه باشه؟ بله، سوال بسیار خوبیه. به باور من بایستی به تغییر به عنوان یک فرایند نگاه کرد و قبول کرد که بعضی وقتا با چشم غیر مسلح نمیشود تغییر رو رصد کرد. انقدر کند صورت میگیره و انقدر آرام و نامحسوس جلو میره که بعضی وقتا شواهد تغییر رو بایستی ردیابی کرد و شاید هم حد زد بعضی وقتا از آنچه که اتفاق میفته. امروز این تغییر به صورتی شتاب گرفته که دیگه به صورت نامحسوس نیست، یعنی ما میبینیم که فرایند تغییر داره شکل میگیره و معمولا تغییر رفتارش همینطوریه. تغییر خیلی کند جلو میره، بعد یه هویی یه اتفاق میفته. یعنی وقتی که آقای یلستین رفت نشست روی تانک در مسکو و شروع فروریزی سیستمی بود که تا دو روز قبلش هم حتی کسی فکر نمیکرد که سیستم اتحاد جماهیر شوروی با اون قدرت و اقتداری که خودش میخواست دنیا ببینه و دنیا هم میدید که چطور عمل میکنه، یک شبه تغییر بکنه. بنابراین معیارهای ارزیابی تغییر رو بایستی به خوبی در نظر بگیریم. امروز روحیه و انگیزه در نیروهای نظامی ایران به شدت پایین آمده، به همین دلاله که جناب آقای سبزواری بهش اشاره کردن. نابرابری ها کسی هستش که میبینه که خب ما هم در جنگ بودیم، ما هم برگشتیم، حالا بازنشسته است، حالا مثلا یکی دو یگان بسیج رو فرماندهی میکنه از طریق مساجد محلها و نگاه میکنه به زندگی خودش و میبینه که چقدر فرق میکنه با فرمانده دیگری که او هم در جنگ بوده و کارخونه داره و پول داره و عرض شود که به بچه های اون آقازاده میگن، ولی بچه های این اون مشخصات رو ندارن. این نابرابری ها خیلی تأثیر گذاره در اینی که این شتاب تغییر رو سریعتر بکنه. حالا نگاه بکنیم به اینکه خب الان رو دست جمهوری اسلامی چی باقی مونده. رو دست جمهوری اسلامی یک سری نیروهای نیابتی باقی موندن که این نیروهای نیابتی هم درجه وفاداریشون به جمهوری اسلامی بستگی داره. ما وقتی شروع کنیم از گروه های غیر شیعه مثل حماس، مثل جهاد اسلامی، به این نتیجه میرسیم که اونها به هیچ عنوان وفاداری ندارن. یعنی یک رابطه دو جانبه صرفا اقتصادی بوده. بعد میرسیم به گروه های شیعه، حشد شعبی و کتاب حزب الله در عراق. خب اینها به طور کلی دشمن ایرانیان هستند. اینا دوستی ندارن، رفاقتی ندارن. اینها هنوز وقتی که به جمهوری اسلامی نگاه میکنن، مطلب فقط اینه که چه انگیزه ای دارن که اون چه که جمهوری اسلامی میخواهد براشون انجام بدن. تنها نیرویی که باقی مانده که نیروی وفادار میتونیم بگیم هست، حزب الله. حزب الله ساخته دست جمهوری اسلامی است، کاملا مثل نیروهای ناتو که با هم هماهنگ هستند. آنچه که حزب الله دارد ساخته و پرداخته دست جمهوری اسلامی است و البته حزب الله هم پول میگیرد که بجنگد. یعنی با اینکه وفاداری حزب الله وفاداری خشک و خالی نیست، بایستی با حمایت مالی باشه. خودتون حتما شنیدید که حسن نصرالله میگه خرج ما رو جمهوری اسلامی میده. خب اینا هم اگه پول به دستشون نرسه چیکار میکنن؟ یعنی آخرین سنگر قدرت شبه نظامی جمهوری اسلامی حزب الله خواهد بود که حزب الله خودش حزب الله امروز درگیره و آینده بسیار روشنی هم نداره. من نمیخوام پیش بینی کنم که حزب الله در آینده نزدیک از بین خواهد رفت به کلی، ولی میتونم پیش بینی بکنم که در آینده نزدیک حزب الله اون مقام و اون قدرت نظامی خودش رو نخواهد داشت. بنابراین تصویر زیاد مثبتی رو نمیشه برای جمهوری اسلامی ترسیم کرد، چه
در ارزیابی معادله قدرت داخلی. ببینید چجوری این آقای قالیباف رو نگاه کنید، رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی هست، مثل پسر خامنه ای بوده، بهش خیلی خیلی علاقه داره. هر وقت خامنه ای میگه کشش ندید، یعنی که یک جای قضیه به قالیباف بستگی داره. ببینید چه بلایی سر قالیباف دارن میارن. ببینید کسانی که اصلا در سطح او نبودن، مثل رسایی و نبدیان، در این رسانه های ایران علنا چه میگویند و با او چطور رفتار میکنند. یعنی آقای خامنه ای اصولا چیزی که در وجودش وجود نداره در حقیقت همین عامل وفاداری است. او هیچ کس رو سالم نمیگذارد. ببینید با خانواده خمینی چه کرد، با بقیه، با رفسنجانی چه کرد او رو به قدرت رساند. اینه که نظامی ها اینو میبینن، ببینید اینا نگاه میکنن، این سابقه رو دارن، میبینن و دیگه واقعا چه انگیزه میمونه وقتی شما میبینید که کسی که شما او رو ولی نعمت خودتون میدانستید حاضره که حتی نزدیکترین اشخاص رو به خودش از بین ببره. و البته از اون طرف هم که نگاه میکنیم، اون وفاداری اون طرفی هم زیاد واقعی نبود. اینا همشون بهشون قول داده شده بود که شما اینطور میشید و اونطور میشید و قالیباف دلش میخواد رئیس جمهور بشه. اینی که ته دلشون این دلخوری ها رو هم دارند و همون اتفاقی که خامنه ای با خانواده سلیمانی در میون گذاشت که بعد از نماز رفتیم نشستیم رو پله ها و صحبت کردیم و اینها، که دلیل اختلافات درون سپاه بود بین اون موقع محسن رضایی فرمانده سپاه و رحیم صفوی جانشین فرمانده سپاه، یکی در صف و یکی در ستاد، که اینها رو به جان همدیگه انداخته بودند. و این اختلافات امروز هم به شدت در داخل سپاه جریان داره. اینه که آینده زیاد روشنی رو نمیشه برای جمهوری اسلامی در نظر گرفت. فشارها از همه طرف کمر نظام رو شکسته و اگه امروز میبینیم که خامنه ای در تلاشه که برای خودش جانشینش رو قبل از اینی که خودش میدونه که داره میمیره و میخواد که جانشینش رو قبل از اینکه بمیره تعیین بکنه، این تلاش بسیار بسیار ناشیانه است. برای اینکه از یه طرف میگوید که نه نمیخوای موروثی باشد و از طرف دیگر با چشمکی تایید میکند که نه بایستی اصلح بودن رهبر رو در نظر گرفت. به امثال هم آشفتگی در حد بسیار بالا، شکاف بالاتر، عمیقتر، شکست در همه زمینه ها. ببینیم زمینه معیشت رو نبایستی ساده گرفت. به باور من در همین آینده بسیار نزدیک ما شاهد البته خیلی دردناک گفتنیم، ما نباید خوشحال بشیم که درد و رنج بیشتری به مردم ایران وارد میشه، ولی حقیقت همینه. جمهوری اسلامی از همه زاویه ها ورشکسته است، پراکنده است، آشفته است و در چنین زمانی به یک برنامه تغییر، این تغییر کند پیش میره، یهو اتفاق میفته، به یک برنامه تغییر نیاز هست و هیچ برنامه تغییری هم بدون پرچمداران تغییر ممکن نیست. چون اگر بخواید تغییر رو هدایت کنید به پرچمدار احتیاج داره و امروز در صحنه سیاسی وقت نگاه میکنیم دنبال شخصیتی میگردیم که محبوب باشه، مطلوب باشه، معتمد مردم باشه و بتواند که نقش اون پرچمدار تغییر رو اجرا بکنه. البته وقتی میگیم پرچم به این قسمت میرسیم، منتها قبل از اینکه وارد بخش دوم بشیم به شهرام برگردم، فقط با این پرسش از شما که فکر میکنید با توجه به نارضایتی های درون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خب بخش عمدهش هم میدانیم نارضایتی ها ریشه اقتصادی حقوق داره، وقتی که سرهنگی، سروانی، ستوانی نگاه میکنه انتهای برج نیمه دیگه براش نمونده تو جیبش و خالی است، باید بره مسافرکشی کنه، باید بره نگهبانی بده، گردن کش کنه برای 6-7 میلیون تومان وام جلوی عقیدتی. یک پرسش کوتاه از شما دارم، فکر میکنید در رده‌های مختلف به طور متوسط مثلا یک سرهنگ در ارتش آمریکا، با توجه به اینکه میدونم شما هم در بانک تخصص دارید هم در امور امنیتی، چقدر حقوق میگیره ماهیانه؟ میخوام
بعد از جواب این پرسش برگردم به شهرام همین از او بپرسم. بله، ببینید درجات نظامی و میزان درآمد ماهیانه، حقوق ماهیانه آنها بر اساس سیستمی است که یک معادل در رده های غیر نظامی داره. این درجاتی است که از یک شروع میشه، از پایه یک شروع میشه تا پایه 15 آخرین درجه اداری است و بعد از اون وارد رده های میشیم که رده های امیری در نیروهای مسلح هستش و اونها درجات بالاتر از اون رتبه 15 دارن، ولی یک سرهنگ تمام نیروی مسلح، چه در نیروی زمینی، چه دریایی، چه هوایی، حقوق تقریبا مساوی میگیره و یک سرهنگ تمام امروز روی حقوقی حدود 160 هزار دلار در سال درآمدش هست. و البته وقتی که اینها افسران پرچمدار میشن و امیر میشن، فوق‌العاده هایی در راستای موقعیتشون و مسئولیتشون تعلق میگیره، مسکن متفاوتی در اختیارشون گذاشته میشه و به این صورت هست. ولی در حقیقت بین حقوق نظامی و غیر نظامی در درجات مساوی تفاوت زیادی وجود نداره. شهرام، به سختی درآمد یک سرهنگ در ارتش ایران، اونم با تخصص و فوق‌العاده و اینها، سالی از 7-8 هزار دلار تجاوز میکنه. نظرت چیه؟ خب من یه توضیح بدم. این رتبه بندی که جناب کیان فرمودن در ارتش ایران هم هست، در نیروهای نظامی ایران به همین شکل دقیقاً تا 15 میشه درجه سرهنگ دومی. ما سروانیمون دو تا شده، در یه ستوان یک داریم، بعد میشه سروان تمام، که این در گذشته نبوده، در ارتش فعلی و در نیروهای نظامی فعلی دیده شده که همون رتبه 13 هست، بعدش سرگردی 14 و بعدش 15 که سرنگ دومیه، بعدش هم امیری، امیری که 16 و 17 و 18 تا سپهبدی و اینجور مسائل است. دقیقا همین اشل حقوقی تو سیستماتیک نیروهای نظامی ایران دیده شده ولی عمل نمیشه. عمل نمیشه به دین صورت عرض میکنم خدمت شما که عمل نمیشه. سرهنگی که شغلش باکسدار نباشه، ماهانه من میتونم به جرات بگم 200 دلار دیگه خارج از مرکز باشه، 250 دلار، نه 300 دلار حقوقشه. 300 دلار رو شما ضرب در 12 بکنید، سالیانش 30,000 دلار نمیشه. خیلی یه چیز ناچیزه. به زمان این که امکاناتی که یک سرهنگ مثلا ارتش آمریکا داره به یک سرهنگ ارتش ایران نمیدن. یه خونه سازمانی بود که اون خونه سازمانی رو الان خودشون باید کارانه پرداخت کنن، باید پول آب برق. در گذشته اینا نبود، در ارتش شاهنشاهی کسی که وارد خونه های سازمانی میشد، نگهداری، نظافت محوطه، نمیدونم پول آب برق گاز، هر چیزی که در اون خونه ها استفاده میکردن به عهده ارتش و نیروهای نظامی بود. اما متاسفانه الان از همون حقوق ناچیزی که میگیرن باید کارانم پرداخت کنن، یعنی نزدیک به 2,000,000 تومان هر کسی در خونه های سازمانی هست داره پرداخت میکنه برای خونه ای که 50 سال پیش ساخته شده و تعمیراتش هم بعضا به عهده خود نظامیانه، یعنی به عهده اون پست مهندسی که اونجا واقع قرار گرفته توی خونه های سازمانی نیست. یه نکته دیگه که خیلی توی روحیه پرسنل داره الان تأثیر میذاره و واقعیت جامعه اوریان نظامیان ما هست اینه که مثلا یه افسر پدافند پای پشت قبضه نشسته و میدونیم که یکی از پرخطرترین شغلا پدافنده به خاطر تششعاتی که سیستما داره، سیستمای راداری داره و به انزوان این که شیفتای کاری حساسی که دارن، اینا پشت قبضه ها میشینن، پشت سیستم های راداری میشینن و اون حساسیت شغلیشون، حقوقشون 1/3 کسیه که اونور مثلا تو همون محوطه داره برای پتروشیمی، برای نیروگاه هسته‌ای، برای همتراز خودشون رو عرض میکنم و نه مثلا بگید اون پروفسور ایشون مثلا درجه دار ارتشه، نه، همتراز خودشون. حتی من میتونم با حفظ احترام پرسنل نظامی بگم آبدارچی که داره در اون صنایع پتروشیمی کار میکنه حقوقش از یک ستوان یا سروان
نیروی زمینی یا نیروی پدافند ارتش بیشتره و اینها دردیه که پرسنل دارن با گوشت و خون پوستشون حس میکنن. این نامه‌هایی که هر روز داره میاد، این مشکلاتی که داره برای پرسنل هر روز اضافه میشه، این میشه که میبینن تبعیض‌ها رو دارن میبینن، تبعیض بین خودشون و فرماندهان رو میبینن، کار رسیده فرماندهان و پادگانان دارن زمین فروشی میکنن، بعضا اومدن دارن گوسفند فروشی میکنن، یعنی چون زمین های زیادی هر پادگانی داره و میشه به جای مرتع ازشون استفاده کرد، اینا گوسفند میگیرن و فرماندهان اونجا گوسفند پرورش میدن، میفروشن گوشتش و پولش و خودشون مصرف میکنن و به پرسنل نمیدن. اینی هم که میگم مصرف میکنن، اون حلقه فرماندهیه، یعنی عقید رئیس بخور بخورشون آخوند عقیدتی و اون تیمساری که فرمانده شده و بقیه پرسنل. این مصیبت ها رو ما داریم تو ارتش که عرض کردم ته این بحثی که بخوایم ببندیم، حقوق یک پرسنل عادی با درجه سرهنگی بین 150 دلار در ماه تا 250 دلار، یعنی از حقوق بیکاری که در کشورهای اروپایی اون جاب سنتر یا اون مرکز کاریابی یا اون مرکز بیکاری به پرسنل به مردم میده، به مردم عادی میده، از اون هم حتی کمتر. این مصیبتیه که امروز گریبان بچه های ارتش رو گرفته، بچه های نظامی رو گرفته و یه جوری میشه گفت بیمارگونه اینا مجبورن برای تامین معاششون برن بیرون کار بکنن، شغل دوم سوم و بعضا حتی نگهبانی اینا دارن که در قانون ممنوعه برای پرسنل نظامی شغل دوم داشته باشه. در خدمت. دو تا خبر کوتاه بگم بریم سراغ سوال اصلی برنامه. حکومت بیپول شده، جیبش خالی شده، نظامی ها رو به ویژه نیروی انتظامی رو فرستاده که مثل داروغه از جیب مردم پول بیرون بکشن. رادان در یک سخنرانی صبحگاهی به خطاب به دولت گفته شرایطی رو فراهم بکنید که جریمه های راهنمایی رانندگی رو افزایش بدیم. ویدیو رو ببینید. کاران در همین جا استدعا دارم، درخواست دارم و خواهش میکنم هزینه تخلفاتی که کمتر از 10% از متخلفین انجام میدن را به گونه ای انجام بدن که این تخلفات بازدارنده باشد. متاسفانه الان هزینه های تخلف به هیچ عنوان بازدارنده نیست و عده‌ای را برای انجام تخلف جری و خودکام و خودخواه و مغرور کرده. انشالله این را هم ما شاهدش باشیم که انجام بشد و از جرائد و خبرنگارا هم درخواست داریم، صدا و سیما و مطبوعات انشالله به این موضوع با دقت و متخصصین بپردازن تا این نقیصه هم رفع بشه. بانکی پوری که از اراذل اوباش حکومت که پیگیر طرح حجاب و عفاف ادعا کرده بود که از حساب شخصی مردم از حساب بانکی مستقیم اونهایی که جریمه حجاب در واقع بد حجابی رو دارن کم میشه، بعد فشار تبلیغاتی و در واقع اعتراضات عمومی زیاد شد، عقب نشینی کرد. روزنامه فرهیختگان امروز یک گزارش داده در مورد این طرح رو بررسی کردن و گفته همچین چیزی صحت داره، به مجلس در واقع سرش تصویب کرده، فرستاده شورای نگهبان و منتظرن تا تایید نهایی اون رو بگیرن. گفته این جریمه رو ما در واقع خودمون بر نمی‌داریم، نیروی انتظامی، پلیس، افسری که پشت دستگاه نشسته و با این دوربین‌های کنترل ترافیک مردم رو میپاد، فرد رو شناسایی می‌کنه، کد جریمه و حساب بانکی هم برمی‌داره. ارفاق هم کرده، گفته اونهایی که بی پولند یا هر پول ندارن از حسابشون در اون لحظه میزنیم به حسابشون به عنوان بدهکار، پول که تو حسابشون اومد بعدن کم. البته روزنامه فرهیختگان گزارش داده گفته کارهایی که شما میکنید به نارضایتی عمومی میانجامه و با توجه به گرانی ها خشم مردم رو مضاعف میکنه. جناب کیان به شما برگردیم و آخرین پرسش، حدود 10 دقیقه دیگه مونده برنامه تموم شد. اشاره کردید به اینکه جنبش آزادی خواهانه مردم ایران یک پرچمدار میخواد. با روی کرده یک پرچمدار نه، به پرچمدارانی نیاز داره که اینها
در داخل ایران هستند و در خارج ایران را نگاه میکنیم، ببینیم که مشخصات چنین پرچمدارانی، نه فقط یک پرچمدار، مشخصات چنین پرچمدارانی چه بایستی باشه و اولین مشخصه یک پرچمدار هستش که قبولش داشته باشن. وقتی نگاه میکنیم به، یعنی از او پیروی کنن، از رفتارش، از منشش، از افکارش نگاه میکنیم، میبینیم که در صحنه سیاسی امروز محبوبترین، مطلوبترین و معتمدترین، اینو من نمیگم، آمار داره میگه، شاهزاده رضا پهلوی است و او نه از آنجا که در راه رسیدن به تاج و تخت باشد، به کلی رد کرده ایشان، میگوید که من میخوام یک پرچمدار تغییر باشم و نیاز بهش هست، به پرچمداران دیگری هم نیاز هست، نه اینکه تنها پرچمدار. ولی امروز میبینیم که اولین شخصیت سیاسی که ما میتونیم ببینیم که کمک بکنه، هدایت بکنه این مسیر تغییر رو در جهت خواسته های مردم آزادی خواه ایران، شاهزاده رضا پهلوی است و او واجد شرایط ترین شخصیتی است که این پرچم رو به دست بگیره. فکر میکنیم های مسلح به عنوان این اخشا که ریزش آنها یا همسویه اونها با یک جریان یا فرق میتونه تاثیرات بسزایی داشته باشه، در شاهزاده رضا پهلوی چه چیز، چه مشخصه هایی رو میبینید که فکر میکنید نیروهای مسلح به او اعتماد دارن؟ ببینید امروز نیروهای مسلح و عاطبه مردم احتیاط به تصویری از آینده دارن که اونها هم انگیزشون رو تنظیم بکنن با اون آینده. تا وقتی این تصویر به نقش کشیده نشه و اونها در ذهنشون آینده متفاوتی رو برای خودشون و فرزندانشون نبینن، این رو یک صدایی بایستی پخش بکنه که این صدا مورد اعتماد اونها باشه، وگرنه این صدا شنیده نخواهد شد. امروز نگاه میکنیم و میبینیم معیار دیگری نداریم حامد، که آیا چطور میشود که مردم به طور کلی، حالا نیروهای نظامی به جای خود، به یک صدا گوش کنند. بایستی اعتماد داشته باشن به اون صدا. و این اعتماد رو از کجا میشه ثابت کرد؟ از کجا میشه دید؟ از آمار میشه نگاه کرد. نه اینکه ایشان تنها صدایی باشن که مردم به ایشان اعتماد دارن، ولی معتمدترین هستن امروز. برای همین که ما از ایشون نام میبریم و امیدوار هستیم که کسان دیگری هم که هستن در داخل ایران، پرچمداران تغییر هستن، هزینه‌اش هم دارن میدن، ولی یک هماهنگی نیاز هست، یک برنامه ریزی برای تغییر نیاز هست که از این شرایط بتونه به نفع مردم آزادی های ایران استفاده بکنه و این خدمت رو اونها. شرایط بسیار بسیار شکننده است، یعنی این پنجره باز شده که بشود که خواسته های برحق مردم ایران بتونه تحقق پیدا بکنه. احتیاج به برنامه داره و احتیاج به پرچمدار یا پرچمدارانی که این کار رو به سرانجام برسونه. شهرام، نظر تو راجع به این که روی کرد نیروهای مسلح نسبت به شاهزاده رضا پهلوی چیست؟ با این توضیح که فکر میکنی چه توقعاتی آنها دارند از یک پرچمدار و آیا اساسا در حال حاضر میشه برنامه هایی رو پیدا کرد، منهای تاکید دائمی بر این که نیروهای مسلح به سمت مردم بیان و نیاز به ریزش اونهاست در کنار مردم بیستن، برنامه‌ای میبینی در سطحی که بخواد قابل عرض باشه برای سازماندهی کردن این قضیه؟ خب خدمت شما عرض کنم که پرسنل نیروهای مسلح پاشنه آشیل محوری این انقلاب مردمی هستند. تغییر و تحول اگه بخواد ایجاد بشه همراهی پرسنل نیروهای مسلح نباشه، هزینه ها بالا میره. کسی که میخواد پرچمداری کنه، کسی که میخواد حرکت درست رو انجام بده و هدایت اون نیروهای انقلابی رو داشته باشه و نیروهای ریزشی نیروهای مسلح رو داشته باشه، میبایستی باید برای اون نیروهای مسلح برنامه داشته باشه، میبایستی چشمانداز آینده رو بهشون بده، باید بگه که چه نوآوری میخواد تو ارتش بیاره، چه نوآوری برای نیروهای نظامی میخواد بیاره، باید مستقیم با این نیروها در ارتباط باشه، حالا با هر صورتی که خودشون میدونن یا میتونن برنامه ریزی کنن برای اینکه اون 70% که حرکت انقلابی شکل میگیره و نیروهای نظامی باید بیان پشت داستان بیستن و کمک کنن به براندازی و فرول پاشی این رژیم که ما بتونیم بدون هزینه، بدون هزینه که نمیشه گفت، با کمترین هزینه از این صد عبور کنیم و کشورمون
مورد تعرض خارجی قرار نگیره، مورد تجزیه قرار نگیره، مورد هزار اتفاق، اون آشوب و اون مسائلی که پشت فروپاشی هست ما درگیر اونا نشیم. خب امنیت رو کی میاره؟ همین بخشی از نیروهای مسلح که همپای انقلاب میشن و همراه انقلاب میشن، اینها هست. خب شما یه کسی رو بیار که بتونه میهن پرستیش رو ثابت کنه، چون نیروهای ارتشی ما میدونیم که خط قرمزشون اون تمامیت ارضی کشور هست و حس میهن پرستی از روزی که شما پاتو میذاری توی اولین روز دانشکده افسری یا فرق نمیکنه آموزشگاه درجه داری ارتش به شما گوش زد میشه. وقتی که صبحگاه ها میری شروع میکنی اول راجع به تمامیت ارضی کشور، دفاع از مردم، دفاع از کشور و کیان ایران صحبت میکنی و به نظر من پرچمداری از تمامیت ارضی فعلا همونجور که جناب کیان فرمودن و با توجه به پیشینه نظامی شاهزاده پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، ما گزینه بهتری سراغ نداریم. باید ببینیم در آینده چه اتفاق میفته. جناب کیان، نیروهای شبه نظامی منطقه، اونهایی که ایدئولوژیک هم شما تاکید کردید که به هر حال حالتها و فرمهای مزدوری رو بیشتر دارن، یعنی جایی که پول باشد آنها هم احتمالاً بیشتر فعالن، نقش اساسی دارن، یعنی اینها برای بقای جمهوری اسلامی در نقش بازوهای برون مرزی عمل میکنن. فکر میکنید در شرایطی که ایران وارد یک دوره انقلابی تازه بشه و حکومت مرکزی ضعیف بشه یا حتی مثلا پس از مرگ خامنه‌ای، میزان دستورپذیری اونها از قدرتی، حالا فارغ از اینکه در داخل یا خارج ایران باشه اما مرکزیت داشته باشه از سمت مردم، چجوری میشه؟ میشه روشون حساب کرد که اونها هم به سمت مردم حرکت بکنن؟ ببینید، اینکه اونها نیروهای بیگانه به سمت مردم ایران حرکت بکنن برای من غیر قابل تصور هست. ولی اینکه نیروهای بیگانه وقتی که اون پولی که قرار بهشون داده بشه متوقف بشه، هنوز انگیزه داشته باشن که جانشون رو به خطر بندازن، به نظر من با شناختی که از منطقه، مردم منطقه، روحیه جنگاوری و دلایلشون دارم، فکر نمی کنم که شما بتونید واقعا با اطمینان بگید که بله بعد از مرگ خامنه ای نیروهای حزب الله یا هشت شعبی و بقیه به مردم، اینها هر کدوم منافع خودشون رو دارن و برای من متصور نیستش که این منافع همخوانی پیدا بکنه با منافع مردم ایران. البته بیشتر منظور من نیروهای قدس سپاه، نیروهای برومرزی یا نیروهای دوگانه سوس که هم در داخل و بیرون کار میکنن، یا مثلا فاطمیون. بله ببینید، اینا همه مزدور هستن. مزدوره، یعنی خیلی ساده باستی به این مسئله نگاه بکنیم. پول میگیره که یه کاری رو انجام بده و وقتی که منفعت پولی که ازش بهره میبره از ضرری که میتونه برای خودش متصور بشه کمتره، دیگه دنبالش نمیره. یعنی محاسبه ارزش خودش، فروختن خودش، مزدور خودش رو در اختیار یک هدفی میذاره که هیچ ارتباط عاطفی و احساسی با اون هدف نداره. ما خودمون این رو در سوریه دیدیم. ما 500 نفر رو آموزش دادیم که اینا بیان و بجنگن با یک هزینه بسیار بسیار بالا. بعد از 5-6 ماه 5 نفرشون هم نتونستیم پیدا کنیم چون رفته بودن کجا؟ رفته بودن سراغ داعش، چون داعش پول بیشتری بهشون میداد. یعنی مزدور رو نمیشه روش روی احساساتش یا وفاداریش حساب کرد. همطور که جناب سبزواری گفتن، یک سرباز بزرگ میشه، تربیت پیدا میکنه وقتی که اون لباس رو میپوشه، وقتی به یک پرچم معتقد هست. ولی نیروی شبه نظامی مثل حزب الله اعتقاد خاصی نداره، حتی وابستگی به خاک خودش هم ندارم در اونجا، فقط میجنگه که پول بگیره. وقتی که پول بهش نرسه یه انگیزه نداره. بنابراین سپاه قدس هم مستثنا نیست، چون قدرت سپاه قدس در حقیقت از همین نیروهای نیابتی و توزیع کنندگان مواد مخدر، حالا یه بحث
کاملا متفاوتی است، ولی چرا مردم سیستان و بلوچستان و مردم کردستان فقیر نگه داشته میشن؟ چون سپاه قدس تغذیه میکنه از ورود مواد مخدر از مرزهای سیستان و بلوچستان و خروجش به اروپا از مرزهای کردستان، باید فقیر نگه داشته بشن. و اونها وقتی که این قدرت رو از دست بدن، این قدرت اقتصادی رو از دست بدن، انگیزه ای نخواهند داشت برای اینکه ادامه بدن به آدم کشی و دزدی و توزیع مواد مخدر. برام دو سه دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. پرسش نهایی، فکر میکنی که با وجود شرایط فعلی که در بیرون از ایران، اختلافات منظورمه بدون تعارف، رقابت ها، کشمکش های جریان سیاسی، فاند هایی که جابجا میشه، پول هایی که قلم ها و مزن ها رو جابجا میکنه، نیروهای مسلح چقدر از اینها تاثیر پذیرن؟ اصلا به گوش اونها میرسه با توجه به بالا بودن ارتباطات، یا اونها مسیر خودشون؟ 100%. من خدمت درس کنم، امروز آگاهی که بین نیروهای مسلح هست، مخصوصا بین رده‌های میانی نیروهای مسلح هست، خیلی زیاده. مهم اینه که ما یه برنامه‌ای داشته باشیم برای اینا. مهم اینه که ما چشم‌انداز آینده رو بدیم. ببینید، به حدی است که رژیم، من خیلی سریع میگم، ببخشید دیگه آخر برنامه، به حدی است که رژیم به هر شکلی میترسه ارتش و نیرویی که به اسم نیروی ملی گفته میشه رو بیاره پای کار. یعنی حتی برای سل اگه نگاه کنید، بعد از 9 روز تو فشاری که افکار عمومی آورد، ارتش آورد پای کار، میترسید. توی انقلاب 401 نگاه بکنید، ارتش ما، خودمون بارها اومدیم گفتیم، تو برنامه ها گفتیم، توی مصاحبه ها گفتیم، گفتیم اگه جرأت دارید ارتش رو با ساز و برگ بیارید کف خیابون تا ببینید چه اتفاقی میفته. اون موقع یک نیروی ارتشی میسته که شما ایرانی رو بکشید یا مقابل شما میسته. رژیم امروز از این میترسه، از محبوبیت ارتش بین مردم میترسه، از اون کاری که شاهنشاه آریامر کرد و این تخم محبوبیت ارتش رو تو دلها کاشت، میترسه. میدونید چرا؟ چون رفت در دورترین نقاط ایران، در سهل‌العبورترین نقاط ایران، با سپاه دانش، با سپاه بهداشت، ارتش بیمارستان برد، آبادانی برد، سواد برد، به اضافه اینکه مهر و محبت رو برد به مردم اونجا، اعطا کرد به عنوان یک نیروی ملی میهنی. ما اینو باید در نظر بگیریم. هنوز که هنوزه وقتی اسم ارتش تو یک منطقه میاد، امنیت پشت سرش میاد. این فرصتیه که اپوزیسیون میتونه ازش استفاده کنه، اگر بخواد استفاده کنه. وگه اگه بخواد سلبریتی بازی بکنه و دنبال نمیدونم فلان داستان بره و دنبال مسائل فرعی بره، قطعا راه بیراه رو داره میره. با توجه به اینکه پاشنه آشیل نگهدارنده، اون ستونای نگهدارنده یک حکومت، نیروهای مسلحه. شما اگه میخوای به اون حکومت فائق بشی، باید چیکار کنی؟ باید اون پاشنه اعتقادی، اون ستونای اعتقادی رو بزنی. باید تردید رو ایجاد کنی، باید واقعیت‌ها رو به اون نیروهای بدنه بگی، بدونن چه خبره. اون موقع است که ریزش ها 100 برابر میشه، اون موقع است که اون ساختمون آماده ریختن میشه و یه تلنگر نیاز داره و شما میتونی بریزیش. ببخشید دیگه نتونستم تحمل کنم، مجبور شدم دیگه اطلاعات رو بریزم بیرون. تقریبا اغلب تحلیلگران، اونه که در عرصه نظامی به خصوص فعالن، معتقدن خب ریزش با جذب نیرو متفاوته. یعنی در واقع ممکنه نیرو به خاطر نارضایتی، جذب شما باید طراحی کنی دیگه. جذب اون اپوزیسیون باید جاذب باشه. اپوزیسیون نه یا دنبال حرفای واهی. میدونی چی دارم بهت میگم؟ ریزش داره شکل میگیره. آیا شما برنامه‌ای داری برای هدایت این ریزشی ها؟ این دیگه برمیگرده مسئولیتش با اپوزیسیون، همون پرچمداری که جناب کیان فرموندن. نمیخوام اون وارد بشم چون داستانش پیچیده میشه. بله، ببینید، به پرچمداران بسیاری نیاز هست، بسیاری از آنها در داخل ایران هستند. به پرچمداری تنها نمیشه اکتفا کرد، بایستی برنامه ریزی دقیق با یک تصویری از آینده برای اونها. ببینید، این فقط برای داخل یا به طور کلی برای مردم آزادی خواه ایران یا بخشی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروز نیست. این دنیا هم نشسته نگاه میکنه ببینه که خب چه اتفاقی داره میفته. یک سیستمی داره فرو میریزه. حالا چه خواهد شد؟
آیا ما با یک سیستم شکست خورده روبرو خواهیم شد که هرج و مرج در اونجا حاکم خواهد بود، یا اینکه نه کسانی هستن که دغدغه این تغییر رو و جهتش رو دارن و برنامه ریزی قابل ارائه. ببینید برنامه ریزی با خواب و خیال و رویا فرق میکنه. آنچه که آرزوهای ماست در برنامه نیست، آنچه که توانایی ماست و آنچه که ممکن است و آنچه که باید و آنچه که مردم محق به رسیدن به آن هستند باستی در زمینش تلاش بشه، به تجربه احتیاج داره. حامد جان و جناب سبزواری هم حتما همین تجربه رو دارن که بهترین راه شکست سریع این است که کار رو به کسانی که تجربه ندارن بسپاریم. مسئله فقط محبوبیت نیست، باستی تجربه هم در کار باشه و کسانی که تجربه کار رو دارن برنامه ریزی بکنن و اون برنامه رو در معرض آزمون بگذارن که مطمئن بشن عملیست و اون وقت ما راه درست رو در کنار همدیگه پیدا خواهیم کرد. این یک نفر نیست. ببینید من مهم اینه بگم که ما از یک حزب یا از یک کاندیدا حمایت نمی کنیم. ما از یک فکر، از یک ایده حمایت می کنیم و اون ایده اینه که تغییر به برنامه تغییر و به پرچم داران تغییر نیاز داره. 45 سال از جمهوری اسلامی گذشته، در این 45 سال تقریبا اغلب کسانی که امروز در نیروهای مسلح ایران خدمت میکنن استخدامی بعد از انقلابن. وقتی به گذشته نگاه میکنن با وجود اینکه حتی شاید به دنیا هم نیامده باشن، هر چیزی که نباشه در مورد پهلوی ها وقتی صحبت میشه یک خدا پدرش رو بیامرزد میگن. نگاه میکنن به تجهیزاتی که گرچه فرسوده است ولی آبرو و هست و نیست در ارتش یا نیروی انتظامی هموناست. از اینکه بیننده این برنامه بودید بسیار سپاسگزارم. از شهرام عزیز تشکر میکنم که همراه ما بود. از جناب کیان گرامی ممنونم که اطلاعاتش رو در اختیار ما گذاشت. در برنامه های بعدی سعی میکنیم بهتر از گذشته باشیم. ممنون. سپاس از شما. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است.